رنگ ها و استفاده درست از اونها به سایت ما استایل و زیبایی خاصی میده. به همین خاطرم امروز قراره که در مورد رنگ ها توی CSS با هم صحبت بکنیم. من هوریا هستم و این سومین جلسه از دوره آموزشی CSS. هدف من از این دوره آموزشی اینه که شما رو قدم به قدم در مسیر طراحی سایت پیش ببرم تا هر چه سریعتر بتونید وارد بازار کار این حوزه بشید. قبل از شروع دوره اگه تازه وارد کانال ما شدید یا هنوز کانال ویژن آکادمی رو سابسکرایب نکردین، لطفاً توی کانال ما عضو بشید تا در جریان جدیدترین ویدیوهای ما قرار بگیرید. رنگ ها توی CSS شاید بیشترین تغییرات رو توی وبسایت شما به وجود بیارن. من امروز مدل های مختلفی رو که میتونیم به المان همون رنگ بدیم بهتون میگم و آخر ویدیو هم یکم در مورد کالر پالت و انتخاب رنگ های مکمل با هم دیگه صحبت میکنیم. خب قطعا یادتون هست که ما ساده ترین راهی که میتونستیم بیایم و به المان همون رنگ بدیم این بود که بیایم از استایل توی اون تگی که میخواییم رنگش رو عوض بکنیم استفاده کنیم. استایل رو مینویسیم و بعد اینجا باید از اتریبیوت کالر استفاده بکنیم. کالر رو به عنوان صفت مینویسم و باید بهش یه ولیو یا اصطلاحا یه مقدار بدیم. ولیوی که برای کالر در نظر باید بگیریم دقیقا همون رنگی هستش که میخواییم اعمال بکنیم روی تگم. از چند روش مختلف ما میتونیم رنگ رو اینجا بنویسیم. اولیش اینه که بین این رنگ هایی که اینجا توی لیستمون داریم بیایم و رنگ دلخواهمون رو انتخاب بکنیم. تعدادشون هم کم نیست و مثلا من میتونم این رنگ رو انتخاب بکنم. کنترل S بگیرم و حالا تگ من رنگش عوض شد. و اگرم که اسم رنگمون رو بدونیم اینجا مثلا میخوام بذارم بلو و میتونیم از اسم رنگ به صورت مستقیم استفاده بکنیم و مستقیما اسم رنگمون رو بنویسیم. اما یه زمانی هستش که ما اسم رنگمون رو نمیدونیم و میخوایم مثلا رنگ رو انتخاب بکنیم. یکی از راه‌های انتخاب اینه که بیایم همینجا و از RGB استفاده بکنیم. RGB چیه؟ سه تا عدد داره بهمون میده. رد، گرین و بلو، یعنی میزان رنگ قرمز رنگ دلخواه ما رو، میزان رنگ سبزش رو و میزان رنگ آبیش رو. این ستا رو با هم دیگه میکس میکنه و اون رنگ که ما میخوایم رو بهمون میده. مثلا من اگه اینجا بخوام رنگم رو بیارم روی مثلا بنفش، میبینین که چیزی که بهم نمایش میده اینه که باید ردم 143 باشه، گرینم 61 باشه و بلوم 197 که این عدده با پر رنگ و کم رنگ کردن رنگ بنفش من تغییر میکنه. این عددهایی که میبینین توی RGB از 0 تا 255. یعنی اگه من اینجا ردم رو بذارم 255، گرینم رو 0 بکنم و بلوم رو هم 0 بکنم، عملا رنگ من میشه رنگ قرمز. یعنی بقیه سبز و آبیان مقدار ندارن و فقط قرمز هم مقدار داره. اگه بیام این رو تغییر بدم و مثلا قرمز رو 0 بذارم، این بار بیام به جاش سبز رو 255 تعریف کنم و آبی رو هم بذارم همون 0 بمونه. اینجا ببینید که رنگمون تغییر میکنه و رنگ پاراگرافمون سبز میشه. برای آبی هم دقیقا همین کار میتونیم بکنیم. و اگه خواستین رنگ رو مثلا توی اینترنت سرچ کردین یه رنگی رو دیدین که RGB داشت، میتونین دقیقا همون RGB رو کپی بکنین و بیاین اینجا توی کالرتون پیست بکنین. یه روش دیگه هم هست و اون استفاده از کد هکس هست یا مبنای 16 رنگ ها که مثلا میتونین توی اینترنت سرچ بکنین. من از W3 School استفاده میکنم. W3 School رو سرچ میکنم بخش کالر پیکرش رو. اینجا من میتونم هر رنگی رو که میخوام
انتخاب بکنم، درصد کم رنگ و پر رنگ بودن رنگم رو هم انتخاب بکنم و میبینین که زیر اون رنگی که داریم اومده اسمش رو نوشته، کد هکسش رو نوشته که با هشتگ مشخص میشه و مثلا برای قرمز اینجوریه که قرمز FF یعنی بالاترین حدشه، سبز 00 و آبی هم 00. حالا اگه مثلا بخوایم رنگمون سبز باشه میشه هشتگ 00 FF و 00، یعنی بالاترین حد رو ما میدیم به این وسطی. و RGB رنگمون رو هم نوشته و در نهایت HSL رو که HSL هم با یه درصدی میاد میزان رنگ ها رو مشخص میکنه، رنگ آبی و سبز و قرمز. هر کدوم از این مدل های نمایش رو که بخوایم میتونیم توی کدمون ازش استفاده بکنیم و بسته به حالا مثلا رنگی که میخوایم انتخاب بکنیم دقیقا میتونیم این رو کپی کنیم و من ببرم اینجا توی به جای این RGB که داشتم پیستش بکنم، یه کنترل S میگیرم و صفحم رو رفرش میکنم. میبینین که باز تغییر کرد رنگ پاراگراف. پس شما به راحتی و از این طریق میتونین رنگ های دلخواهتون رو انتخاب بکنین و توی کدتون پیست بکنین اون رنگ رو که میخواین. یه چیز دیگه که توی بحث رنگ ها خیلی مهمه اینه که شما چه رنگ هایی رو با هم استفاده بکنید که سایتتون زیباتر به نظر بیاد. این جدایی از بحث CSS ولی به نظرم خیلی کمکتون میکنه که رنگ های درست رو با هم انتخاب بکنید. مثلا رنگ فونتتون رو، پس زمینتون رو، حالا رنگ منوتون رو، رنگ باتم هاتون رو، یه سری رنگ انتخاب بکنید که با همدیگه مچ هستن و با همدیگه یه زیبایی خاصی به وبسایتتون میدن. من برای اینکه بتونم رنگ‌هایی رو که با همدیگه مچ هستن انتخاب بکنم از کالر پالت استفاده میکنم و معمولاً هم سرچش میکنم کالر پالت رو. سایت های زیادی هستن که بهتون کالر پالت میدن، میتونید از هر کدوم از سایت هایی که میخواین استفاده بکنید. حالا مثلا من از اولین سایتی که colors.co هست استفاده میکنم و اینجا یه بخشی داره که میتونید توش جستجو بکنید و پالت های مختلف رو پیدا بکنید. من اگه اینجا کلیک بکنم میبینین که اینجا پالت های مختلف رو برامون گذاشته و میگه شما میتونید این رنگ ها رو با همدیگه استفاده بکنید و زیبایی خیلی زیادی به حالا اون المانی بدید که میخواید توش رنگ استفاده بکنید. برای ما میشه وبسایتم و هر کدوم از این پالت ها رو که روش کلیک بکنید میبینید که کد رنگش رو گذاشته، کد رنگ هر کدوم از رنگ ها رو گذاشته و شما خیلی راحت میتونید فقط کد رنگش رو بردارید توی وبسایت رو پیست بکنید و نهایتا ازش استفاده بکنید. مثلا من الان این کد رنگ رو میام اینجا و بعد از هشتگ پیست میکنم، یه کنترل S میگیرم، اینجا هم یه رفرش میکنم که شما هم تغییر رو ببینید. توی مچ کردن رنگ ها توی تمام زندگی هم میشه از این کالر پالت ها استفاده کرد و خب خیلی کاربردیه دیگه، نیاز نیست شما فکر کنید که چه رنگی رو با چه رنگی ست بکنید و میتونید از این کالر پالت ها استفاده بکنید. تو وبسایتتون هم سعی بکنید استفاده کنید چون جذابیت رنگی و جذابیت بصری خیلی زیادی رو به وبسایتتون میدن. اینم از بحث کالر پالت ها و بریم توی کدمون. ما اینجا اومدیم فقط روی تگ پاراگرافمون رنگ رو اعمال کردیم. الان دیگه شما بهتر میدونید که ما روی تمام تگ هامون میتونیم از طریق همین استایل بیایم و رنگ رو تغییر بدیم. مثلا من توی تگ H1 هم میتونم بیام و رنگش رو عوض بکنم. تگ H1 رو بیام از RGB استفاده کنم و مثلا این رنگ رو واسش در نظر بگیرم. غیر از خود کالر ما از بک‌گراند کالر هم میتونستیم استفاده بکنیم. مثلا من بک‌گراند کالر همین پاراگراف رو میام تو همین تگ استایل مشخص میکنم و بک‌گراند کالرم رو بهش یه رنگ از همین رنگایی که اینجا هست میدم
و کنترل اس میگیرم و سیو میکنم. الان بک‌گراند کالری که اینجا دارم برام فرض کنید که پر رنگه. نمیخوام که انقدر واضح باشه. میخوام که وضوحش رو کم بکنم. حالا توی اگه بک‌گراند کل صفحه بود باز بیشتر مشخص بود. ولی فرضاً الان من میخوام وضوح این بک‌گراند کالرم رو کم بکنم بدون اینکه رنگ رو تغییر بدم. اینجا باید بیام و از ترانسپرنسی استفاده بکنم. همینطور که میبینین توی صفحه کنار اون باری که داریم واسه تغییر رنگ ها یه بار هم هست برای اینکه من بتونم وضوح تصویرم رو عوض بکنم و هر چقدر بیارمش پایین تر تصویرم کم رنگ تر میشه یا وضوحش کم تر میشه. مثلا اگر که من اینجا بذارم بمونه و یه کنترل اس بگیرم و اینجا رفرش بکنم میبینین که تصویرم کم رنگ تر شد. حالا اگر که رنگ من RGB نباشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا من بک‌گراند کالر رو بیام و از خود رنگ استفاده بکنم یا مثلا کد رنگ رو بهش بدم. بذارین اینو پاک بکنیم. رنگش رو بذارم رد و یه کنترل اس بگیرم اینجا هم رفرش بکنم. اینجا باید ترانسپرنسی رو چجوری عوض بکنیم؟ یه راهش اینه که حالا توی VS Code توی نرم افزار Visual Studio Code میتونیم اینجا ترانسپرنسی رو عوض بکنیم. ولی با استفاده از Opacity هم میتونیم این کار رو بکنیم. من اگه بیام اینجا و ادامه تگ استایلم یه Opacity تعریف بکنم و اوپاسیتیم رو هم با درصد میتونم مشخص بکنم. مثلا بگم که 20% باشه و یه کنترل اس بگیرم یه رفرش بکنم میبینین که بازم ترانسپرنسیمون تغییر کرد و وضوح تصویرمون کمتر شد. حالا هر چقدر که این به 100 نزدیکتر باشه ما تصویرمون پررنگتر یا وضوحش بیشتر. برای عکس‌ها و تصاویری که میخوایم تصویر بک‌گراندشون هم مشخص باشه از همین اوپاسیتی استفاده میکنیم. خب اینم از رنگ ها و اینکه چجوری میتونیم از رنگ ها توی CSS استفاده بکنیم. اگه این ویدیو براتون مفید بود و نمیخواین که ویدیوهای بعدی CSS رو از دست بدین لطفاً توی کانال ما سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و نظرها و سوالاتون رو توی بخش کامنت با همون در میون بذارید. برای حمایت از گروه ما هم میتونید از لینک دونیشنی که توی قسمت توضیحات قرار دادم استفاده بکنید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که امروز هم یک گام به هدفی که داشتید نزدیک‌تر شده باشید.